لحظه های باحال ام ام ای و بوکس. نیک دیاز رو میبینی فیس تو فیس، شاخ تو شاخ، طرف ترسید اصلا ازش. این اسمش بارنته، یه همچین چیزی، خیلی خوله، یکی از واقعا خولترین فایترهای دنیاست، عجیب غریب خوله ها. اینجا تو وزکشیش نکن، طرف میکنه داره بشه بعد بیرایی میگه اونم ولی فایت این دوتا رو با هم میذاریم، خیلی خوله این. اینم که شانو کانل آلسترومریا داد به فایتر، اونم براش پاستیل گرفته، یا پاستیل گذاشه لایه اون برس کن قرار برن هم دیگر بزنن. باز دوباره شانو کانل رو میبینیم که بابا رو زد رو هوا، شهربازی کرد، روبروش میبینین اصلا نمیخنده طرف، خیلی جدیه، دو حالت داره، یا جدیه یا مثل شانو کانل. اینم که خیلی دیگه رومانتیکش کردن دیگه، نگاه عروسیشونه. ولی خوب ها شوخی میگیره همه چی رو، بعضی ها بعد جور جدی میگیرن. نگاه کن یارو اومد جدی باشه نتونست سلفی میگیره، دست میده. خب اینجا هم یکی مثل که خیلی جدی گرفته از یارو، بوینگ قاطی کرد. خب این انرژی درینک داد به حریفش، این یه جورای تخریب هم هست دا. یعنی که اینو باید بخوری یه ذره انرژی بگیری تا ما بتونی فایت کنی. خب عربده رو اینو تا اومد دست بده دست نداد، چه عربده ای، خیلی جدی گرفته مسئله رو. فلوی میویدر تخریب کردن حریف رو ببینی، خروس آورده با مدال طلا فیس تو فیس با خروس. یکی از بهترین های بوکس تاریخ دیگه واقعا. این هم جالبه تو وزکشی 50 تا شورت پوشیده، وزکشی دیدی یه شورت ها رو در میارن که به وز برسن، چه کاری همون اول همه رو در میابردی دیگه. بازم میبینن یه ذره اووره، دوباره شورت بعدی دانا وایت رو نگاه شاکی شد، کف کرده دانا وایت. حالا حوله دازه میخوام بیارن که دیگه همه رو در بیاره دوستم. آنوما هم رفتن اونور. خب مثل این که آره اون یکی یه ذره وزنش مثل این که بالاتره، براش مرسخاری آورده بود تو وزن کشی. دوستمون هم مثل این که میخواد در بیاره، خانم روشی کرده ما چی بودین؟ یه وزن کوکاین داد بهش، یکی سه قدی خالی کردن خودش، وزن وزنش بیشتر بود. خب اینم پتبریه در مقابل استفن سترو. استفن سترو خیلی قدش بلنده، آره نگاه کن واقعا دوتا باید با هم فایت کنم، وزنشون یکی ها ولی قد و چگالی ثابته نظر فیزیکی. فیس تو فیس و اشتباه رفت دوستم، چپ و گرفت راست و زد منی پاکیه و چه کرد اینجا. بعضی وقتا تو فیس تو فیس میخوای جدی باشی نمیتونی، یعنی از قبلا با هم هماهنگ کردی، ناگهان دوتا با هم نگاه میکنن خندهشون میگیره، قراره برن تو جنگ ولی خندهشون میگیره. باحال این، واقعا یکی از اسطوره های بوکس ها مانی پاکیو. فایتاشو گذاشتیم تو همین کانال ببینید. اینم که کمبت زیاد بازی کرده و تیکن و کلا پلی استیشن و نینتندو و میکرو و سگا زیاد بازی کرده، نگاه کنید شخصیت هایی که ادشو در میاره اینا. خیلی هم شبیهشون در میاره. اینم یه فایتر بود تو نینتندو بود یا تو میکرو سگا نمیدونم اسمش چی بود، دوستان بنویسن بچه ها مدل. خب کوینتن رامپیج جکسون اینجا میخواد داور داره صحبت قوانین رو میگه، یهو میاد نمیدونم داور بو میداده چی بوده بهش کارت زرد میده خودش. داورا میدونی که میتونن کارت زرد بدن، یعنی اخطاری به داور میده. یه رومانتیک بودن حمله ای بوده، بعد جور شاکی کرد حریفا چسبید. تایسون فیوری قدش دید بلندتر حریفشو کن، قراره باش فایت کنی بغلش میکنی. خب اینو با هم ذره رفیق هم رفیق نباشن همونجا دعوا شروع میشه. باز دوباره نکن تایسون فیوری اینجا ماچ کرد،
خیلی عجیبه این کارو، میدونی که این کارش میکنه که بره تو مخ حریفا. نگاه کن الله، زبونم در آورده بود بیرون دیگه، حریف یه ذره قاطی کنه ضربانش اونور بره بالا دیگه خیلی به نفشه دیگه. اینجا هم توه بچوری شاکی شده تا ماچش کرد شروع کرد دعوا کردن، این برم خوشحال همینو میخواد دیگه، میخواد یه جوری کنه به همش بریزه. البته شما قوانینم رعایت کنی زیاد نمیتونی کاری عجب غریب بکنی، حریفو واقعا بزنی، برای همین نمیزنن. واقعی بخوای بزنی تو فکری ممکنه همونجا کلا کارتو تموم کنن و کلا هم برای مسابقه دیسکوالیفایشی جریمه هم بشی. این دوستمون اومد با ماسک بیاد تو همونو با کله خورد زد ندید کنم اون اول که بخوای بیای تو خودت ناک‌اوت کنی. این فاز کانر مک‌گرگر رو داره، تتوشو خود شستم چسبیده، خود کانر هم داره میبینه اونجا مرده خنده دستش، کلا ادای اونو داره در میاره. تتوش رو یه تاردی زده بود وسطش. ماشاءالله سی بی این مربیشو داره میزنه، خودی میزنه. چی شد؟ لینچانگه یان شامپو، چه استایله گرفتن، خوبه با هم رفیقن. سلفی هم، سلفی با این دیدن فایتره بهتر. اینو یکی بره دستشویی، این چنین جوریه وسط را نریزه بس کشیه از قبل در آورده، شبید نینجا ترتلز. ترتل تبلیغش هم رو دهنش نگر داشته. تو بس کشی اتفاقات باحال زیاد میفته. هیپ هاپ شد به هم پاس میدن، نگاه کن با حالم بلدن ها جفتشونم. خب خوبه رفیقم، ولی باید برن تو جنگ. این فایت ها رو براتون میذاریم مایکل بنو پیش اینجا نگاه کن، یه همونه که بعدتون میاد ازش شما میگین خیلی تو مخ میره، نگاه کن چی کار داره میکنه قبل مبارزه با یارو هم بد جور شاکی و اصلا هم خوشحال نیست. و چه فایتی شد، جانسون با جان جونز قرار دعوا کنن، کلن چی همش هم این شده بوده، دانا وایت سر کار بود. اینم بال جانسون هم خیلی زوره زیاده، جان جونز هم که دیگه مستند کاملش گذاشتیم. دوستمون نمیدونم چی شده، یه بچه گربه کار گذاشته اونجاش بس کشی هنگ کرده اون دوسته اینکی اونو پشت نگاه کن اصلا روش نمیشد پایین رو نگاه کنه. رمپیج جکسون با جان جونز گفت بهترین کار همینه که هرسشه بخواد در بیره. دیده چی کار کرد، انگار این داره با اون عکس میگیره. چه دادی زد، خندش گرفت حبیب دست تونی فرگوسن. کاش این مبارزه برگزار میشد خودش، یعنی واقعا آرزون بود مبارزه این دوتا رو ببینم. سخت میشد برای حبیبا، این از اون مبارزه بود که میپیچید من. تونی فرگوسن واقعا بی نظیره، برزیلیان جوجیتسوش عالی. البته این اواخر چارلز اولیویرا و خود بینل داروش ترکوندنش، ولی نه که بد ترکونن ها، بخوان ناکاوتش بکنن تمامش بکنن، ولی اذیتش کردن. ماشاءالله هارک قبل از که لباسو جر بده خودش جر خورد. چه این حال که، ولی حال که اعتصاب قضا کرده بکن ماشاءالله بدن. چه رقصی زد، براک لزنر اون موقع که لوخ شد نگاه کنیم جو روگن اون پشت کف کرده بود، از پشتیگهش اومده بود. ام ام ای خوب هم کار کرد، میتونیم بگیم موفق ترین آدم بوده. و روندا روزی که همه تون دوستش داریم میگین چرا نمیذاریم، پرستار خانوما واقعا این بود. اصلا ام ام ای برای خانوما رو این پروموت کرد تو دنیا، تو حالی بودم فیلم بازی کرد، بعدش کردی داستانا چه بدن این داشتون چقدر هم آماده بود، الان نظر تو خور شده. اینم بالاخره آلیستر اوبرم یکی از بهترین فایترهای تاریخی که اونبارم اریانی رو ببینیم کف کردی دیدتش. دوستان ماشاءالله زیر چشمی خوب میاد لایت. آره میخواسته سر به زیر باشه نتونسته سر به هوا شده، خیلی ریز دیدی.
اینم بالاخره صحنه‌های باحالشه دیگه. روی نلسون توپل تو دلبرو واقعا هم قدرتمندا، کاملشو گذاشتیم تو این برنامه، بریم ببینین. همه میان بازو میگیرن هیکل نشون میدن، شیکمو دیگه واقعا، ولی هیکلش نگاه نکنید، خیلی فایتر خوبی، اصلا به هیکلش نگاه نکنید، فایتر بی‌نظیریه، هم سخت ناک‌اوت میشه هم خیلی راحت ناک‌اوت میکنه افرادو. هایلایتاشو گذاشتیم دوستان، اینم یه سری برنامه‌های فان گفتیم براتون بذاریم. بعضی وقتا میدونید که ما بیشتر جدی داریم گزارش میکنیم در این کانال و انواع اقسام فایترها رو داریم، فایت جدی داریم، به هر حال کشتی میذاریم، مستند فایترها رو میذاریم، از این شوخی‌ها میذاریم، چون که میدونم طرفدارای خاص خودش رو داره، برای اینکه خستگیتون در بره. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید، اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه حتما استفاده کنید، لطفاً ما رو سابسکرایب بکنید و لایک هم بکنید، کامنت هم بذارید، نظرتون رو بگید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.